گذشت عروس وضعیت امنیتی در کشور به ویژه در ولایت‌های شمالی بدتر می‌شود و این مسئله سبب نگرانی اعضای مجلس سنا شده است. شماری از اعضای مجلس سنا می‌گویند که حضور فعال ترورستان داعش در ولایت‌های شمالی کشور نگران کننده است و از افروز به این سو افراد این گروه تروریستی در ولایت جوزجان عملات خود را بالای نیروهای امنیتی آغاز کرده‌اند و شماری از این نیروها را در محاصره خود قرار داده‌اند. 180 نفر محاصره شده نیروهای امنیتی در زابا، 460 نفر داعش در فاصله 100 متری اولسواری در محاصره خود قرار گرفته. در طول یک هفته که در محاصره هستند، دو نفر شهید دارند. شهیدایشان طور امانت در اونجا در داخل خود اولسواری دفن کردند. حتی هیچ کس قادر توانایی از این را پیدا نکرده که او را انتقال بده، با شمول چند نفر زخمی که در اونجا دارند. آب سرشان قطع است، نان سرشان قطع است. در همین حال معاون اول مجلس سنا میگوید که شماری از افراد در داخل نظام با گروه های عراسفگن روابط دارند و این امر سبب شده که عراسفگنان با استفاده از آتش بس در شهر کابل جا بگیرند و از حکومت خواست که در راستای شناسایی این افراد اقدام کند. با استفاده از آتش بس دشمن توانسته در شهرها نفوذ پیدا بکنه و این یک زنگ خطر است که باید همه متوجه زی باشیم که خدای نخواسته دیگه هم دوی سرنوشت شهید کاروان مواجه نشود. در این اواخر تحریک طالبا از ولسوالی مالستان و جاغره تا این مکتوب رسما بیعت خواسته و از اینا خواسته که نیروهای حکومتی را از مناطق خود بیرون کنین و رسما بیاین تابع امارت اسلامی شوین. نکته که قابل توجه است این است که حکومت مرکزی و حکومت محلی ولایت غزنی اگر به وضعیت غزنی و بلخص در این دو ولسوالی توجه نکنه، آسیب های کلان دامنگیر مردم ولایت غزنی از این ناحیه خواهد شد. امیدوارم حکومت مرکزی در این مورد توجه جدی داشته باشه. حکومت ما از نقطه ضعف باید در روند صلح پیش نیاید. صلح کار خوب است، صلح کار مشروع است، خواست هر انسان عاقل و انسان هوشیار است. بنان صلح به تواضع و تضرع نمی شود. از سوی هم بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است عراسفگنی و فساد مانند اژدهای دو سر از مردم افغانستان امروزه قربانی می گیرد. حقیقت این است که افغانستان با فساد گسترده کار پر رونق مواد مخدر روبرو است. حراس افغانی چالش دیگری است که همه روزه از مردمی افغانستان قربانی می گیرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این روسیه گفته است که 10,000 فرد وابسته به گروه تروریستی داعش در افغانستان حضور دارند که تهدید برای منطقه به شمار می رود.